سلام خدمت شما شاگردان پرتلاش مکتب هادی به برنامه آموزشی درس کیمیا خوش آمدید امروز فصل سوم از کیمیا سنف هفتم با آخر رسید می خواهیم که سوالهای آخر فصل را با هم یک جای حل کنیم نمبر ارتباطی برنامه را از یاد نبرید دو سفیر 964 و 255 40 13 از طریق میتونه در فضای مجازی با ما ارتباط بگیرید. خب شاگردای پرتلاش و عزیز میرویم که سوال های آخر فصل را با هم حل کنیم. خب سوال اول عمل متقابل مواد که سبب تشکیل ماده جدید با خاصیت جدید می شود تعامل نامیده می شود. خب ما و شما در متن درس یاد گرفتیم وقتی مواد با هم یک جای می شود و تعامل می دهد سبب تشکیل ماده جدید با خاصیت جدید می شود. پس جمله صحیح است داخل قوس حرف ساد را نوشته می کنیم. سوال دوم یا جمله دوم در تعامل کیمیاوی انرژی جذب یا آزاد نمی شود. جمله غلط هست در کلیه تعاملات کیمیاوی انرژی آزاد می شود و هم می تانه جذب شود پس داخل قوس حرف غیر رو نوشته میکنید شکل درستی جملت میتانهی باشد در تعامل کیمیاوی انرژی جذب یا آزاد می شود سوال سوم از تعامل تجزیوی ام جی او آب حاصل می خب اگر ما برای تخت سیاه تعامل ام جی او تعامل تجزیوی, تجزیوی آن را نوشته کنیم می فاییم متوجه که چی موادی حاصل می شود MgO او در اثر تجزیه یا گرما تبدیل می شود به انصور مگنزیم و همچنان اتوم اکسیژن که به صورت گازی یافت می شود خب در تعامل مشاهده می کنید که در محصولات ما انصور مگنزیم هست و همچنان گازی اکسیژن مالکول آب که H2O می باشد در تعامل تولید نمی شود خب دیدید که از تعامل تجزیوی MgO انصور مگنزیم و گاز اکسیژن تولید شد و آب تولید نمیشد پس جمله که گفته از تعامل تجزیوی MgO آب حاصل می شود غلط است و داخل قوس نویشه می حرفی غین را. سوال چهارم تعاملاتی که در آن یک ماده با چندین ماده جدید تجزیه می شود تعاملات جمعی نامیده می شود خب در جمله دقت کنیم گفته یک ماده با چندین ماده جدید تجزیه می شود پس این تعریفی تعاملی تجزیوی است نه تعاملی جمعی پس داخل قوس حرف غیر را نوشته کنید و شکل صحیح جمله به جای تعاملات جمعی نوشته کنید تعاملات تجزیوی سوال پنجم تعاملاتی که در آن یک عنصر جای عناصر دیگر را در مرکبات اشغال میکند تعامل تعویزی نامیده می شود خب اینجا شما تعریف تعامل تجزبی رو در متن یاد گرفتید وقتی که یک عنصر با چند عنصر دیگر یا یک عنصر دیگر در مرکب دیگر تعویز می شود یا جای برجا جا می شود ما تعامل تعویزی میگیم به آن پس جمله صحیح است سوال ششم تعاملاتی که در آن دو یا چند ماده با هم یک جای می شود و ماده جدیدی را تشکیل می دهد تعاملات جمعی نامیده می شود خب این تعریف تعامل جمعی صحیح هست و این خاطر که شما در متن یاد گرفتید که دو یا چند ماده وقتی با هم یک جای می شود ماده جدید را برای ما تشکیل می دهد پس داخل قوس حرف ساد را نوشته می کنید سوال هفتم در نتیجه عمل متقابل کیمیاوی ماهیت تغییر می کند. خب در تعامل کیمیاوی شما در ابتدای درس یاد گرفتید که در تعاملات و تغییرات کیمیاوی ماهیت ماده تغییر می کند. پس جمله صحیح هست داخل قوس حرف صاد را نوشته می سوال سوال هشتم سوختن یک ماده در موجودیت اکسیژن تعامل احتراق است. یکی از ویژگی های تعاملات احتراقی اکسیژن بود که یک ماده با اکسیژن تعامل می کند و که با آن تعامل احتراقی می گفتیم. پس جمله صحیح است داخل قوس حرف ساد را نوشته میکنیم سوال نهم در یک تعامل کیمیاوی توزین شده مجموعه اتم های مواد تعامل کننده زیادتر از محصول تعامل است. خب ما از ویژگی های تعاملات یا معادلات کیمیایی توزین شده همانطور که از نامش پیداست یاد گرفتیم که در معادله توزین شده تعداد اتم های مواد تعامل کننده با تعداد اتم های محصول با هم مساوی است پس وقتی گفتم می اتم‌های اتم های مواد تعامل کننده زیادتر از محصول تعامل هست جمله هست پس داخل قوس حرف غیر را نوشته میکنید. شکل صحیحان می شود در یک تعامل کیمیایی توزین شده مجموعه اتم های مواد تعامل کننده مساوی با تعداد اتم های محصول تعامل می باشد سوال دهم ده حرارت در تعاملات کیمیایی نقش ندارد ما در درس یاد گرفتیم که چندین عامل و چندین شرایط لازم بود برای انجام تعاملات کیمیاوی یک تاش حرارت بود دیگه فشار بود و کتالیست بود پس حرارت میتواند در تعاملات کیمیاوی نقش داشته باشد جمله غلط هست داخل قوس حرف غیر را نوشته میکنید شکل صحیحان میشود حرارت در تعاملات کیمیاوی نقش دارد <applause> رسیدیم به بخش دوم سوالات گفته شده در سوال های چهار جوابه زیر فقط یکی از جواب ها صحیح هست. جواب صحیح را نشانه کنید. عمل متقابل مواد با یکدیگر دیگر را نام جای خالی یاد میکنن. الف پدیده کیمیاوی، ب پروسه کیمیاوی، جیم تعامل کیمیاوی و دال هر سه گزینه. خب جمله را دقت کنید عمل متقابل مواد با یکدیگر را به تعامل کیمیاوی یاد میکنیم در متن درس هم کاملا جمله آن نوشته شده است پس جواب صحیح میشه گزینه جیم سوال دوازدهم جزئی دیگری معادله تعامل سنگ مرمر که به آن تیزاب نمک علاوه میشود تعامل می کند نمک آب و جای خالی را تولید می کند گفته شده جزئی که جای خالی هست را مشخص کنید الف تیزاب می تونه باشه کاربون دای اکساید می تونه باشه جیم الف و ب و دال می تان. خب شما این آزمایش را در متن درس در قسمت فعالیت یاد گرفتید که وقتی سنگ مرمر را به آن تیزاب نمک علاوه می کنید و تعامل می کند نمک را تولید می و یک مقدار آب و گازهای کاربون دایوکساد را تولید می پس جواب صحیح میشه گزینه ب کاربون دایوکساید. سوال سیزده ها مواد جدیدی که در نتیجه تعاملات کیمیاوی تشکیل می شود نام جای خالی یاد می شود. الف، حاصل تعاملات به محصول تعاملات جیم مواد تعامل کننده و دال الف و ب خب موادی که در نتیجه تعاملات کیمیاوی تشکیل می شود این مواد جدید را ما به آن محصول تعاملات می گفتیم پس جواب سعی می گزینه ب سوال چهارده تعاملی که در نتیجه صورت گرفتن آن یک ماده کیمیاوی به چندین ماده جدید تبدیل می شود تعاملات جای خالی نام دارد الف تعامل جمعی ب تعامل تعویزی جیم تعامل تجزیوی و دل تعامل احتراقی خوب دقت کنید با سوال گفته شده که در اثر تعامل یک ماده به چندین ماده جدید تبدیل می شود این تعریف چی است تعاملی تجزیه است که یک ماده به چند تا ماده تجزیه می شود. پس جواب صحیح می شود گذینه جیم. سوال پانزه هم یکی از محصولات دیگر تعامل احتراقی سلفر قرار معادله زیر چی خواهد بود؟ سلفر در حضور اکسیژن تعامل میکند، کند سلفر دایوکساید و یک محصول دیگر را تولید میکند. این محصول میتونه الف اکسیژن اضافی باشه، به انرژی باشه سه سلفاید آهن باشه و دال هیچ کدام خب وقتی سلفر با اکسیژن تعامل میتر سلفاید آهن آهن نمیتونه از جمله محصولات باشه چرا چون در معادله مورد نظر ما آهن موجودیت ندارد اکسیژن اضافی هم نمیتواند باشد انرژی هم با اون صورت آزاد نمیکند پس جواب صحیح میشه گزینه دال هیچ کدام سوال 16 هم تعاملات کیمیاوی که در نتیجه آن یک انصر جای یک انصر دیگر را در مرکبات کیمیاوی می گیرد تعامل. تعاملات جای خالی یاد می شود الف تجزیوی ب تعویزی جیم جمعی و دال احتراقی جمله را دقت کنید یک انصر جای یک انصر دیگر را در یک مرکب کیمیاوی جای جایگزین می شود و یا به اصطلاح جای به جای می شود و تعویض صورت می گیرد پس جواب سعی میشه گزینه ب تعامل تعویضی سوال هفته هم ضریب عنصر اکسیژن به طرف چپ معادله کیمیاوی زیر در حالت توازن جای خالی است این دو تعامل می با او دو و محصولی که برای ما تولید می کند این دو او پنج است و ما گفته شده که ضریب انسور اکسیژن را پیدا کنید. ذریب آن دو است، پنج است، ده است یا که هیچ کدام. خب برای اینکه مسئله رو حل کنیم بر روی تخت سیاه با هم یک جای معادله را نوشته می کنیم و ضریب اکسیژن را پیدا میکنیم خب معادله این دو به حالت گازی جمعی O دو به حالت گازی تعامل می کند با دو ان دو و پنج خب برای اینکه ضریب انصار اکسیژن را پیدا کنید باید معادله را توازن کنید خب برای توازن در سمت چپ معادله چند اتم نایتروژن داریم دو اتم نایتروژن در این قسمت چند اتم نایتروژن داریم؟ دو زربی دو می شود چهار اتم نایتروژن. پس ما یک ضریب بی دو در این قسمت قرار می که دو ضرب دو بش... چهار می شود تعداد اتم های نایتروژن در دو طرف معادله با هم مساوی می شود. تعداد اتم اکسیژن دو زربی پنج می شود ده. تعداد اتم اکسیژن در طرف چپ معادله دو تا هستند. پس باز ضرب چند کنیم تا بشه ده ضربی پنج پنج ضربی دو می شود ده تعداد اتم های اکسیژن در دو طرف معادله با هم یکسان می شود و مساوی ده می شود معادله توزیع می شود پس در گزینه ها که گفته شده است که عنصر اکسیژن ذری به آن دو است یا پنج است یا ده یا که هیچ کدام جواب صحیح می شود گزینه ب که جاویان پنج است. خب سوال هجده کدام یکی از مواد زر سرعت تعاملات کیمیاوی را زیاد می کند؟ الف تاریکی ب کتالیست جیم نور دال ب و جیم. خب ما در متن درس ما شما یاد گرفتیم که ماده ای که باعث می شود سرعت تعاملات کیمیایی را زیاد کند اما خود در انتهای تعامل مصرف نشده باقی می ماند کتالیست است پس جواب صحیح می شود گزینه ب و بخش سوال های تشریحی با حل سوال های تشریحی با من همراه باشید و سوال های زیر به طور کامل جواب دهید سوال 19 هم که اولین سوال تشریحی شما می باشد این قسمی است درباره معادلات کیمیایی معلومات دهید خب شما معادلات کیمیاوی را در درس یاد گرفتین که دو قسم ما میتونیم معادلات کیمیاوی را نوشته کنیم یکی به صورت تحریری حروفی و یکی به صورت سمبولیک یا شکلی در معادلات تحریری حروفی فقط مواد تعامل کننده و مواد محصول را نوشته میکردیم اما در تعاملات یا معادلات سمبولیک یا شکلی همانطور که از نامشان پیدا است فرمول ها و سمبول های ماده ها به نمایش گذاشته می شود و یا حتی حالت فیزیکی هر کدام از ماده ها که به حالت گاز است، جامد است، محلول در آب هست، مشخص شده است. پس این فرق است بین معادلات کیمیاوی، معادلات تحریر حروفی و سمبولیک. سوال بیستم انواع تعاملات را نام برده و تعامل تعویزی را با یک معادله توضیح دهید. انواع تعاملات رو شما در متن درس یاد گرفتین با کمک هم بر روی تخت سیاه انواع آن رو نوشته میکنیم و همچنان تعامل تعویزی رو با یک مثال براتون نوشته میکنیم خب ما با انواع تعاملات در درس آشنا شدیم تعاملاتی که ما و شما یاد گرفتیم چی بود؟ انواع تعاملات یک تایش تعاملی احتراقی بود که مرکب مورد نظر در حضور اکسیژن تعامل می دست. درست است؟ خب دیگه تعاملی چی بود؟ تعاملی جمعی بود که در تعامل جمعی یک یا دو ماده با هم یک جای می شود و یک ماده جدید را برای ما تشکیل می داد. خب دیگه چه تعاملی بود؟ تعاملی تجزیوی بود. در تعامل تجزیوی اگر یادتان باشه یک ماده و چندین ماده تجزیه می شد دیگه تعامل چی بود؟ تعامل تعامل احتراقی، جمعی، تجزیوی و تعامل تعویزی را یاد گرفتیم ما شما که در تعامل تعویزی یک انصور با یک عنصر یا چندین عنصر دیگه در, تام در یک ماده دیگر جای به جای می شد و تعویز می شد خب به شما گفته شده که تعامل تعویز رو با یک مادله توضیح دهید برای که مثال هایی را که در درس در انواع تعاملات برای شما آورده شده آشنا شدید برای تعامل تعویزی مثالی که می توانیم برای شما بزنیم اتم سودیم در آب است وقتی اتمی سودیم یا فلز سودیم را به داخل آب قرار میتین معادله یا تعامل انجام می شود و محصولاتی که برای ما میتند دهد یا هایدروکساید سودیم و گاز هایدروژن است. خب تعامل یک تعامل تعویزی است. چرا؟ چون اتمی یا فلز سودیم با خارج نمودن یک تا اتم هایدروژن از مولکول آب که این اتم هایدروژن به صورت مولکول یا گاز H2 خارج می شود خود با هایدروکساد یا OH آب در این قسمت تعامل می دهد. پس دیدید که اتم هایدروژن در مولکول آب توسط اتم یا فلز سودیم خارج شد و خود در در به جای اتم هیدروژن جایگزین شد و تعویض صورت گرفت پس مثالی که میتونه برای تعامل تعویضی برای شما بیاریم و در متن درس هم آورده شده است این مثال میتونه باشد خب شاگردای عزیز این بخش از سوالات با آخر رسید با ادامه حل سوال ها که باقی سوال ها در جلسه بعدی با هم یک جای کار میکنیم شما را به خداوند بزرگ میسپارم